در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن، کتاب استران استیونسون درباره اشرف سه معرفی شد. وی در این کتاب که حاصل بازدیدش از محل استقرار مجاهدین در آلبانی همراه با یک هیئت بلندپایه از پارلمان اروپا است، اشرف سه را نمادی از امید برای میلیون‌ها مردم سرکوب شده در داخل ایران توصیف می‌کند. در کنفرانس مطبوعاتی لندن، لورد تونی کلارک عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان شرکت داشت و گفت: من و همکارانم تلاش کردیم تا نشان دهیم گفتگو با رژیم شیطانی آخوندها فقط یک توهم بود و ما باید به نفع مردم ایران کار کنیم. گزارشی در این باره. کنفرانس مطبوعاتی در لندن، معرفی کتاب اشرف سه برآمده از خاکستر خود، نوشته استران استیونسون، روز سه‌شنبه 5 مارس 14 اسفند در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن تحت عنوان وضعیت کنونی در ایران بعد از یک سال تظاهرات مردمی، استران استیونسون کتاب جدید خود را به نام اشرف سه برآمده از خاکستر خود معرفی کرد. استران استیونسون توضیح داد که کتاب اشرف سه حاصل بازدیدش همراه با یک هیئت بلندپایه از پارلمان اروپا از محل استقرار مجاهدین در اشرف سه در آلبانی است. او گفت: من شاهد بودم که چگونه یک شهر کوچک در یک منطقه کشاورزی در مدت یک سال بر اثر تلاش‌های مجاهدین و هدایت خانم رجوی در زیر برف و باران و در میان گل و لای ساخته شده است. استران استیونسون افزود: بنابراین گزارش من آشکار می‌کند که چگونه به شکل باور نکردنی این شهر جدید متولد شد و چگونه از خاکستر قرارگاه اشرف و لیبرتی در عراق برخاسته است. من فکر می‌کنم اشرف سه اکنون نمادی از امید برای میلیون‌ها مردم سرکوب شده در داخل ایران است. But the Iranian people have lost their fear. They're openly demanding regime change. Iran is the most oppressive country in the Middle East. It executes more people per capita than any other country in the world. استیونسون اضافه کرد: گزارش من همچنین به کارزار شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت می‌پردازد و تلاش‌های مذبوحانه آخوندها را که در وحشت از مقاومت ایران و در وحشت از سرنگونی به طور دیوانواری در رسانه‌ها در مورد مقاومت ایران دروغ پراکنی می‌کنند تشریح می‌کند. استران استیونسون با اشاره به طرح‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین در اروپا نتیجه‌گیری کرد: ما شاهد فاز پایانی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هستیم. ما در یک نقطه سرفصلی در تاریخ جهان قرار داریم، نقطه‌ای که یا می‌توانیم از مردم ایران حمایت کنیم یا به آنها خیانت کنیم و با سرکوب کنندگان آنها هم دستی نماییم. من می دانم که در کدام طرف خواهم بود. And so we've got to thank, we haven't got to, but we're delighted to thank Strawn for his tireless efforts to place the truth in front of the British. در این کنفرانس لورد تونی کلارک عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان درباره کتاب اشرف سه نوشته استران استیونسون گفت:
این کتاب حقایقی را که باید در مورد وضعیت کنونی ایران دانست به خواننده می‌دهد. و اگر این حقایق درک شود، ما دیگر شاهد برخی از سیاست‌های نادرست از جانب کسانی نخواهیم بود که می‌گویند ما از وقایع خبر نداشتیم و وضعیت را درک نکرده بودیم. لورد کلارک همچنین گفت: من و همکارانم تلاش سختی به خرج دادیم که نشان دهیم ایده نشستن و گفتگو با رژیم شیطانی آخوندها نمیتواند به نفع مردم ایران باشد. این فقط یک توهم بود که با گفتگو با رژیم ایران بتوانیم به نفع مردم ایران کار کنیم. آن چیزی که ما نیاز داریم در سیاست خارجی ببینیم عمل است. Iran will be free. Thank you very much. استیونسون در سخنان خود در کنفرانس لندن همچنین گفت: بعد از 40 سال دیکتاتوری وحشی آخوندی، مردم ایران که جانشان به لب رسیده است، 14 ماه است که در شهرهای مختلف به پا خواستند. Men, women, students, teachers, truck drivers, sugarcane workers, business owners, pensioners have taken to the streets in protest at the violence and از زن و مرد و بزرگ و کوچک، از کارگران تا کشاورزان و دانشجویان، از رانندگان کامیون تا بازاریان، از معلمان تا بازنشستگان، همه آنها علیه رژیم فاشیستی حاکم که ثروت مردم ایران را روبوده و شهروندانش را سرکوب کرده است اعتراض می‌کنند. رژیم آخوندی به جای پاسخگویی به خواسته های مردم، گشتاپوی خود یعنی سپاه پاسداران را به کار می‌گیرد تا مردم را سرکوب کند و مردم معترض را به قتل برساند. The Iranian Revolutionary Guards Corps or the IRGC. در این کنفرانس حسین عابدینی از نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان به فعالیت‌های تروریستی دیپلمات تروریست‌های رژیم در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: رژیم آخوندی راه حل را در این سیاست دو بچه یافته است که از یک سو با شیطانسازی علیه مقاومت ایران و از سوی دیگر با تروریسم تلاش می‌کند آلترناتیو دموکراتیک خود را از سر راه بردارد.